آینه خبرنگارا همه سر جاشون بشینن، اولا دوم از سوم آماده باشه سوالاتون رو بکنین بدون هیچ رهت و بحثی، بریم واسه سوال اول. برو بریم، یک دو سه برو. آقای حسینی، نظرتون درباره پرواز ملکوتی آقای مشکینی چیه؟ عرض کنم که طبعاً پرواز موفقی نبوده. اینطور که ما از اطلاعات جعبه سیاه فهمیدیم، خلبان مثل که وسط راه برای کار فوری از هواپیما پیاده میشه، که پیاده شدن همانا و صدوقی با هنر مشینی ها دادیم. نفر بعدی خیلی متشکرم. اخیراً جمهوری اسلامی از خبرنگاران برای دیدار از تأسیسات اتمی نطنز و اصفهان دعوت به عمل آورده بود، اما خبرنگاران بعد از برگشت از ایران گفتند که تأسیسات اتمی به ما نشون داده نشده. آخه خب مگه تأسیسات اتمی دیدن داره؟ نه آخه مگه دیدن داره؟ دو تا ستون هم زده بیرون وسط صحرا و کویر و چهار نفر سفید پوشن و کیکی نمیدونم کیک خامه‌ای که نیست، کیک زرد و نمیدونم، اینا دیدن داره؟ نه تو خودت الان بلند شی بری اصفهان میری تأسیسات اتمی ببینی؟ نه خودت میری؟ بابا تو دلم اگه بری اصفهان میری تو میدون نقش جهان سوار درشکه چی؟ بریم تو سوار مسجد. من همه اینا رو بردمشون مسجد هفت صدا، یه صدا از خودشون ساطع میکنن، صدا بود که آوار میشد سرشون میومد پایین. بیچشم رو هم دیگه، بیچشم رو هم. آخه خودتو گفته بودید میبریدشون تأسیسات هسته‌ای رو ببینن. خب باشه، ما یه چیزی گفته باشیم. تو میخوای خدا وکی تو میخوای بچه‌تو ببری آمپول بزنی، بهش میگی بی بریم تزریقاتی آمپولت بزنم، یا میگی بیا عمو جون بی بریم پارک، بعد خلاصه میبریش و خلاصه فلان و بسار و صحبت ها و 10 و 11 و صحبت ها و اینا. حالا تو خودت میای بریم با هم یه پارک، اینه میای برو بزن نفر بعدی بیاد، برو نفر بعدی. آقای احمدی نژاد توی سفرهای استانی موقعی که دارن پشت تریبون اونجوری خالی میبندن و بعد بعیدهای دوغکی میدن، صدای وجدانشون رو نمیشنون؟ والا شما که خودتون خبرنگار دو دستتون تو کاره، اومدید سفرهای استانی، اینقدر اونجا شلوغ پلوغه، ملت اینقدر با صدای بلند ابراز احساسات میکنن که اصلا صدای وجدان به گوش آقای احمدی نژاد نمیرسه. بعدم من اصلا صدای همچین کسی که شما میگید تا حالا توی دولت نهم نشنیدم. آقای حسینی، صدای وجدان در درون هر کسیه. صدای درون؟ آقا خجالت بکش، خجالت بکشید آقا، دو تار ادب آداب معاشرت نداری وسط کنفرانس مطبوعاتی که جای این صحبت‌ها نیستش که. اما خب از نظر فلسفی شکسپیر هم در کتاب صحیفه نور به این مسئله اشاره کردن، که اتفاقا تو فیلم برباد رفته وقتی جان بالجان دست عبدالقادر خان رو میگیره، ارنست همینگوی که بلند میشه لبخند مونالیزا رو که سالهای سال داشت تو بازار سگسمان خاک میخورد، از زیر دست مارچلو ماسریانی میکشه بیرون، میده به مقام عظمای ولایت تا اون بتونه به عنوان حق مسلمش بکاره تو ماه، همون جایی که پلنگ صورتی نشسته بود داشت با الیزابت تیلور درباره طرح دوم بدجابی صحبت میکرد، که یهوی سردار رادن از وسط مثلث برمودا بلند میشه که محمود کجایی که داعشتو کشتن، وقتی ارباب حلقا حاضر نمیشه با استکبار جهانی کشتی بگیره، اونجاست که امام وارد میشه میگه من تو دهن این دولت میزنم، و مقام عظما در انتهای فیلم بعد از رسگی با سندباد دیزی دو نفره میزنه به اون دکتره که قرار من از اینجا ببره بیرون، چرا نمیاد؟ میخواستم رابطه آقای جعفرالموسوی با مقامات جمهوری اسلامی رو بدونم چجوریه، و اگر خاطره هم در این زمینه دارید برامون تعریف کنید. که این رابطه بسیار حسن است، یعنی شدیداً حمیدا، یعنی میخوام در این وضعیت هستید، مخصوصا با خود مقام عظما شخص آقای موسوی واقعا رابطهشون خیلی حسن است، یعنی اصلا با خود ما زیاد دمخور نمیشه. من میخوام یه خاطره در همین رابطه براتون تعریف کنم. عرض میکنم که ما توی حیات بیت مقام معظم داشتیم فوتبال بازی میکردیم، خود آقای موسوی با مقام عظما نشسته بودن پای منقلیون و سپیدیان و دودیان و الی آخریان. عرض کنم خدمتتون که بعد از این قضیه یوهایی نمیدونم چی شد، مثل که جکسون گرفت بر آقای موسوی رو آتیش سوزی شد، از اون بالا آقای موسوی از پنجره خوش پرد کرد پایین، آقای احمدی نژاد دروازه وایساده بود، یوهایی پیتر جکسونی پرید، آقای موسوی رو هوا گرفتش، جمعیت دست دست، تشویق از این ور از اون سر میدون تا اون سر میدون، جمعیت دست، آقای احمدی نژاد هم که خلاصه تو دستتون هست، یوهایی فضا گرفتش، گذاشت پایین، گذاشت زیر آقای موسوی، شوتن سوتن حمیدا، ارتفاعا شدیدا. عرضم خدمتتون که خلاصه این صحبت‌های اخیری هم که کردن آقای موسوی در همین رابطه است دیگه، یعنی نقش کفش سوکدار آقای احمدی نژاد توش بسیار برجسته و بارز است. اخیراً با خبر شدیم که دو تن از وزرای کابینه دولت نهم استعفا دادن. میگن آقای هامانه وزیر سابق نفت در این رابطه به شما چیزهایی گفتن، میخواستم بپرسم مشخصاً چی گفت؟ چی گفت؟ چی گفت؟ چی گفت؟
هامانه به من گفت. چی گفت؟ به مامان من گفت. چی گفت؟ توی پیچه نفت گفت. چی گفت؟ وقتی میرفت گفت. چی گفت؟ وزیر محمود نمیشم. چرا نمیشی؟ چرا نمیشی؟ کاری که محمود میکنه بنزین رو محدود میکنه، تو آفور ولی فقید قطار قطار دود میکنه، آخرش با این شوت بازیاش نظام رو نابود میکنه. امیدوارم جوابشو گرفته باشی. اگه به خود شما وزارت نفت پیشنهاد بشه وزیر نفت میشید؟ چرا نمیشم؟ چرا نمیشم؟ خوام میشم، خوام میشم. کاری که محمود میکنه اسمم واسم دود میکنه، گلگاف زبونم میکنه، میده میده سیرم میکنه، اولش برام رم میکنه، آخرش وزیرم میکنه. خیلی متشکرم.